بریم سراغ سوالات درک مطلب و طبق روال همیشگیمون اول صورت سوال رو نگاه میکنیم تا هم متن رو بی خودی نخونیم، همین که سرعت پاسخگوییمون بالا بره و بتونیم زمان صرفه‌جویی بکنیم و به تست های بیشتری در درک مطلب جواب بدیم. میریم سراغ سوال اول. سوال گفته What is the main purpose of paragraph 2؟ هدف اصلی پاراگراف دو چیه؟ یه جورایی انگار همون عنوان پاراگراف یا عنوان اون پاراگراف رو میخواد. کجا رو باید بخونم؟ جمله اول پاراگراف دو رو باید بخونم. ببینم چی میگه. To describe who an influencer is، توصیف میکند که اینفلوئنسر کیست. To identify new ways of social media، To identify معرفی کردن راه های جدید سوشال مدیا، رسانه های اجتماعی. To help influencers do their job better، کمک کردن به اینفلوئنسرها تا کارشان را بهتر انجام دهند. To explain why people follow social media posts، تا شرح دهد که چرا مردم دنبال می کنند پست های رسانه های اجتماعی را. پس بریم سراغ پاراگراف دو ببینیم چی میگه. پاراگراف دو اینجاست. میگه an influencer is a person who can influence the decision of their followers because of their relationship with their audience and their knowledge in particular area. Example, fashion, travel or technology. چی فهمیدین؟ معلوم بود. وقتی که میگه influencer is، یعنی در واقع اینفلوئنسر رو داره چیکار میکنه، تعریف میکنه که اینفلوئنسر کیه، چیکار میکنه، به کی میگن اینفلوئنسر، پس بهترین گزینه گزینه قطعا یک خواهد.